نواقض الإسلام العشرة. نواقض الإسلام 10 تاست. هل نواقض الإسلام محصورة في عشرة نواقض أو هي أكثر؟ آیا نواقض اسلام منحصر به همین 10 مورد هست یا بیش از این هاست؟ نعم. هي اكثر من 10 نواقض. بعد گفت که بیش از 10 مورد هست. لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الاسلام العشره؟ اما چرا نگارنده کتاب نواقض اسلام تصریح کرده و گفته که نواقض اسلام 10 مورده؟ هو يسير في هذه الطريقه على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. او در این گفتار خودش به روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل نموده. النبی علیه الصلاة والسلام احيانا يذكر العدد ويريد بهذا العدد ليس التحديد انما يريد ان الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجلس يضبطوا هذه الامور العشرة او السبعة مثلا كما قال اجتنبوا السبع الموبقات. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاه به طور مشخص با ذکر عدد و رقمی مثل 7 یا 10 به بیان موضوعاتی می پرداختند و اونها رو در تعداد مشخصی محصور می کردند، نه اینکه فقط در همون تعداد باشه تا صحابه که حضور دارن اونها رو ضبط بکنند، دریابند و بهش توجه داشته باشند، مثل اینکه فرمودند که اعمال هلاک کننده 7 مورد هست، وگرنه اعمال هلاک کننده بیش از این هست. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بیان عدد 7 اعمال هلاک کننده رو برشمردند. نعم. اذا ذکر العدد في نصوص من الكتاب والسنه، هل هذا العدد يحدد او نزيد عليه؟ يعني لا نزيد على العدد هذا او نبقيه كما هو. سوال اینه که اگر در کتاب و سنت مشخصا عدد مشخص و معینی بیان شده باشه، آیا به همون تعداد و اعدادی که تصریح شده اکتفا و بسنده میکنیم یا نه؟ میتونیم در رابطه با اون موضوع موارد دیگری رو هم ذکر بکنیم یا بهش بپردازیم؟ ماذا نصنع؟ ننظر في بقية النصوص، وجدنا في بقية النصوص ما يزيد على هذا العدد أصبح العدد غير محدد بها. لذا بدین منظور به سایر نصوص وارده در کتاب و سنت توجه میکنیم که اگر افزون بر عدد ذکر شده در یک نص عدد و رقم دیگری اومده باشه، اون رو هم بر این عدد مشخص و معین در این نص می افزاییم، وگرنه به همون چی که در نص تصریح شده و تعیین شده و عددی افزون بر اون ذکر نشده بسنده میکنیم. مثالو أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6. مانند أركان الإسلام که 5 مورد در نصوص ذکر شده و همچنین أركان إيمان که 6 مورد ذکر شده. هل وجدنا في بقية النصوص ما يزيد على هذا العدد؟ لا، إذا هذا العدد محدد لا يزاد عليه. آیا در سایر نصوص افزون بر 5 رکن اسلام و 6 رکن ایمان مورد دیگری به عنوان رکن اسلام یا رکن ایمان ذکر شده؟ نه، لذا به همین عدد ذکر شده بسنده میکنیم و بر این عدد مشخص و معین نمی افزاییم. لكن وجدنا مثلا العشر مبشرين بالجنه، وجدنا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه غير العشره. در نص و حدیث وارد میشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 10 نفر رو به بهشت بشارت میدن و در نصوص دیگر میبینیم که کسان دیگری هم به بهشت بشارت داده میشوند. لذا این عدد 10 منحصر و معین نیست و برش بر اساس آنچه که در نصوص دیگر اومده افزوده میشه. نعم، كذلك وجدنا من الموبقات اكثر من السبع الموبقات. همچنان که درباره آنچه که در حدیث وارد شده درباره اعمال هلاک کننده که 7 مورد ذکر شده، وقتی به نصوص مراجعه میکنیم میبینیم که در سایر نصوص موارد دیگری هم تحت عنوان اعمال هلاک کننده ذکر شده، لذا افزون بر عدد 7 که در نص وارد شده بنابر سایر نصوص بر این عدد می افزاییم و افزوده شده. اذا من حسن تعلیم النبی صلی الله علیه وسلم انه احیانا یأتی بالعدد اريد به فقط من الصحابة رضو الله عليهم أن يستحضروا هذه المسائل، متى ما خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يستحضروا هذه السبع الموبقات والعشر المبشرين بالجنة،
مع ان العدد اكثر من هذا. لذا این از روش آموزشی و تربیتی درست و به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده که گاه عددی رو به طور معین و مشخص ذکر می‌کردند تا صحابه‌ای که در اونجا حضور دارند این موارد رو دریابند، یاد بگیرند و در جاهای دیگر بتونند با حضور ذهن این مطالب رو یادآوری بکنند و بهش بپردازند. لیکن ممکن ان نحصر النواقل فی اربعه نواقل، و این چنین هست که ما میتونیم نواقض رو در چهار مورد هم ذکر بکنیم. نواقض قولیه، نواقضی که گفتاری است، بر پایه سخن هست. که من یسب الرب سبحانه و تعالی، مانند کسی که الله متعال رو ناسزا میگه، که این نقضی از نواقض اسلام هست. الثانی نواقض فعلیه، عملیه. نوع دوم نواقض اسلام، نواقض فعلی یا عملی است که انسان مرتکب میشه، کالسحر، مانند سحر و جادوگری. الثالث نواقض اعتقادی، نوع سوم نواقض اعتقادی است، کمن یعتقد مثلا ان غیر هدی النبی صلی الله علیه و سلم افضل من هدی النبی صلی الله علیه و سلم، مانند اعتقاد کسی که بر این باوره که رهنمود و روش غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر روش اون بزرگوار ارجحیت و برتری داره و این اعتقاد از نواقض اسلام شمرده میشه. نعم. الرابع الشک، کمن یشک مثلا فی وجود الله سبحانه و تعالی. نوع چهارم از دستبندی که در رابطه با نواقض اسلام ذکر کردیم شک و تردید هست، مانند کسی که در وجود الله متعال شک بکنه. اذن هذا المؤلف من باب النصح الام، التحذير من الأمة حتى لا يخرجوا من الدين الإسلامي، لا على ما توهم البعض أن هذا المتن فيه تكفير المجتمعات. لذا این کتابی که به نگارش در اومده تحت عنوان نواقض اسلام با این هدف نوشته شده که امت اسلامی نواقض اسلام رو بشناسه و ازش برحذر باشه و دیگران رو هم ازش برحذر بداره، و بدین معنا نیست که بنابر توهم و تصور نادرستی که برخی دارند به معنای تکفیر امت باشه. والله اعلم.